دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز دوشنبه عرضم به حضور شما که امروزم در حقیقت 22 آوریل یا آوریل است و برابر است با سوم اردیبهشت ماه است. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما هست و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانه. من خوشحالم از اینکه میبینم مخاطبین ما در سراسر دنیا به ما مهر دارن، نامه می نویسن، ابراز محبت میکنن. من صمیمانه از همه شما نازنینان تشکر میکنم و سپاسگزارم از این همه مهر و محبت شما. بارها خدمتت عرض کردم که ما نمیتونیم رسانه خبری باشیم، برای اینکه اون یه فن، یه تخصص و در ید من نیست و حتی اونایی که ادعای این کارو دارن به نظر من گزافه میگوین، برای اینکه شما برای این کار نیازمند خبرنگار میدانی هستی. در ایران که ما بایستی همه توجهمون به اونجا بشه، خبرها رو از اونجا دریافت کنی، امکان چنین چیزی وجود نداره. کی میتونه تو ایران بره بگه من خبرنگار فلان نشریه هستم؟ فوری میگیرن، اگه خارجی باشه یه ذره آزارش میدن بعد اخراجش میکنن، اگه ایرانی باشه که دیگه وا مصیبتا، بیا و درستش کن. بنابراین ادعای این که ما شبکه خبر هستیم و اینها به نظر من بیشتر گزافه است تا واقعیه. اما میشه این میان خطا رو خوند و در حقیقت اونها رو تفسیر کرد و تعریف کرد، کاری که من در تمام این سالها تلاش کردم که انجام بدم. امروز هم همونطور که وعده کردیم روی صفحه هم ملاحظه میکنید، میریم خدمت یک کارشناس برجسته، آقای دکتر مهران مصطفوی، نامی آشنا، چهره شناخته شده در امر مسائل هسته‌ای ایران. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. من هم خدمت شما سلام دارم، همینطور خدمت بینندگان عزیز که این برنامه رو و یا برنامه های دیگه تون رو مشاهده میکنن، چه مستقیم و چه غیر مستقیم. ممنونم. میدونی که شما جز شخصیت هایی هستی که واقعا مخاطبین به شما علاقمندن و صداقت شما رو در حقیقت باور دارن. این نقطه خوبیه به نظر من و منم افتخار میکنم از اینکه شما گاهی هم وقتی ازتون خواهش میکنیم میتونیم در خدمتت باشیم. ممنونم ازت. عرضم به حضور شما که خب موضوع روشن است، جنگ علنی، جنگی که از در حقیقت پنهان به رو آمده و حالا اسرائیل و ایران علارغم این که فاصله جغرافیایی دارن، این یه چیز جدیده در حقیقت میبینیم. البته مثلا قبلا وجود داشته، کشورهای بزرگ مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا، اینها خب لشکرکشی میکردن، ولی خب اونا توان چنین کاری رو داشتن، دارن. ولی ایران نمیدونم چطوری، نظام علی خامنه ای چه چیزی در خودش دیده که دست به چنین کار احمقانه ای زده. اما پرسشم
از حضرت عالی این هستش که در پس این ماجراها سردارانش اومدن گفتن که بله ما کاری نداره که ما همین الان کلاهک هسته‌ای رو حاضر کردیم و الان میبندیم و حمله بعدی با کلاهک هسته‌ای است. ولی امروز دوباره سخنگوی وزارت خارجه اومد گفت نه آقا ما اصلا همچی کاری قصد نداریم، نمیخوایم همچی کاری. این تناقض از کجا نشأت میگیره؟ این نخواستیم پرسشم از شما این است. خیلی ممنون. خدمتون عرض کنم که من سعی میکنم با توجه به اطلاعاتی که در دست دارم و همینطور که شما فرمودید، بنده در ایران نیستم و اطلاعاتم رو از روزنامه ها و رادیو تلویزیون های معتبر سعی میکنم به دست بیارم. سعی میکنم با توجه به این اطلاعات به این سوال شما پاسخ بدم، بدون اینکه بخوام موضع سیاسی که دارم در این زمینه مطرح باشه. میدونید که حالا چه آقای خامنه‌ای باشه چه آقای نتانیاهو باشه، من میخوام سر به تن هیچ کدومشون نباشه، ولی ما اینجا هستیم برای اینکه هموطنانمون آگاه بشن از مسائل ایران و بتونن به موقع تصمیم ها رو بگیرند. برای تبلیغات و ضدیت کردن با این و یا با اون در این زمینه من نمیخوام پاسخ بدم. تمام این حدوداً 15-20 سالی هم که در این زمینه کار میکنم سعی میکنم خارج از مسئله طرفداری یا مخالفت با این رژیم این گونه سوال ها رو پاسخ بدم. حالا بپردازیم به اصل مطلب که شما فرمودید. یک مسئول پاسدار اومده گفته که ما به سمت بمب هم میریم و یک نفر دیگه از وزارت خارجه اومده گفته که نه نمیریم. حالا واقعیت چی؟ واقعیت اینه که جمهوری اسلامی زمانی به دنبال بمب بوده. تعداد اسناد در این باره بسیار زیادند و جمهوری اسلامی به هیچ وجه اینها رو نمیتونه نفی بکنه، برای اینکه اسناد خود جمهوری اسلامی هستن که توسط اسرائیل ربوده شدن و اسرائیل هم این سندها رو در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی غربی و بخشی از اونها رو در اختیار آژانس و بخش دیگر رو در اختیار محققین که در این موضوع ها کار میکنن در اختیار اونها قرار داد. در سالهای اواخر دهه 60 و کل دهه 70 ایران حدود 15 سال تلاش میکرده که بمب رو بسازه و در اختیار داشته باشه. مسئولینش هم کی بودن در اون زمان؟ مسئولش هم همین پاسدارا بودن به اضافه آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی رفسنجانی که کاملا از این مسئله اطلاع داشتن و بودجه میذاشتن برای این کار، چه برای غنی‌سازی چه برای درست کردن پلوتونیوم از طریق راکتور آب سنگین، چه برای ساختن بمب و چه برای آزمایش بمب، همه اینها طرحشون رو داشتن. وقتی که از سال 1382 مجبور شدن که با غربی ها کنار بیان، با آژانس کنار بیان، مجبور شدن که این طرحها رو کنار بگذارن. نه اینکه این خاص رو و تمایل رو به طور کلی کنار گذاشته باشن، بلکه در وضعیتی قرار گرفتن که به دنبال این طرح ها نیستن. آقای ترامپ با خارج شدن از برجام یک موقعیتی رو برای جمهوری اسلامی درست کرد و جمهوری اسلامی ازش استفاده کرد و تا امروز داره روی اون خط و ربط کار میکنه. اینکه خودش رو به آستانه ساختن بمب رسیدن نزدیک کنه،
یعنی چه؟ اصلا هدف بوم چیه؟ هدف بوم این که در جهان بگه من کسی هستم و بیاید من رو آدم حساب بکنید و با من معامله کنید. این چیز دیگه پشت سر بوم نیست، تمام پیامی است که به امریکایی‌ها میدن. خب اومده غنی سازی اورانیوم رو که ایران بارها، من دیگه توضیح دادم، ایران اصلا احتیاج نداره، بلکه هیچ جا نداره ازش استفاده کنه، از غنی سازی. حتی غنی سازی زیر 5% رو دارم میگم، کرد 20% و الان 60% غنی سازی میکنه. میدونیم که برای ساختن بمب باید اورانیوم 90% غنی کرد. همین 60% هم توجیه نداره، ولی ایران میگه که ما یک کشتی ها و زیر دریایی های اتمی خواهیم ساخت که این برای سوختش به 60% احتیاج داره. واقعا حالا یه زمانی میگفتم مرغ پخته هم میخنده به همچین استدلالی، دقیقا که شما این کشتی ها رو شما ممکنه 30 سال دیگه هم نتونید بسازید و حالا از حالا دارید فکر سوختش رو میکنید، کارهای دیگرش هم انجام ندادید. سوختش که اگر بخواید میتونید بخرید و قیمتی هم نداره. خب اومده به 60% رسونده. به 60% رسوندن به میزان بالا، یعنی با وزن بالا، اکنون در وضعیتی قرار داره که اگر تصمیم سیاسی بگیره که بره به سوی ساختن بمب، میتونه در عرض کمتر از 1 ماه برای 3 تا 4 بمب اورانیوم 90% داشته باشه. خب در آستانه کامل قرار نداره، ولی فاصله زیادی نداره. خامنه ای میخواد در این موقعیت بتونه فشار بیاره روی امریکایی ها و از اونها به اصطلاح امتیاز بگیره. دوم اینکه اگر غنی سازی انجام شد، باید این رو تبدیلش کنن به فلز، باید این رو بگذارنش در موشک های بالیستیک و اون الکترونیکی که چاشنی بمب لازم داره اون رو درست بکنن و موشک بالستیکی داشته باشن که بتونن دقیق ازش استفاده بکنن. یک چیزی حدود 2 سال طول میکشه که این کارها انجام بشه حدودا. اما اگر فرضاً کشوری مثل کره، ما کشور دیگه ای نداریم، حتی روسیه این کار رو نخواهد کرد، کشوری مثل کره به ایران کمک کنه در قسمت‌های الکترونیکش، در قسمت ساختن موشکش، در قسمت فلز کردنش، این از 2 سال ممکنه برسه به 1 سال، 9 ماه، 6 ماه، بستگی داره به اصطلاح میزان همکاری که کره شمالی باش بکنه. البته همون کره شمالی هم بیشتر در دست چین هست و چین حاضر نیست که تمام این سودهایی که در رابطه با امریکا داره همینها رو به هم بریزه برای که ایران صاحب بمب بشه. خب پس این بمب و جریان بمب یک لفاظی است و یک شعار است و جدی، چیزی جدی پشت سرش نیست. در لحظه که الان ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، ممکنه 2 ماه دیگه آقای خامنه ای تصمیم بگیره به سمت رفتن و ساختن بمب. اما خامنه ای آنالیزش این است که اگر به اون سمت بره، ضررش بسیار بیشتره برای رژیمش تا اینکه در سطح آستانه باقی بمونه. و از این گاکایی هم بیان یکیشون بگه ما میسازیم، یکیشون بگه نمیسازیم، و از این بازی های تبلیغاتی که در میاره. خب نتیجه گیری چیه؟ نتیجه گیری این که تمام سرمایه هایی که گذاشته شده برای غنی سازی فقط و فقط برای چانه زنی در سطح بین المللی است. صدها میلیارد، 1000 میلیارد خرج تحریم ها و غیره شده، هزینه های خود مستقیم خود این مراکز هسته‌ای و هیچ کارکردی در داخل ایران نداره. یک کارگر داره
و اون کارکرد چیه؟ با آمریکایی‌ها بتونه مذاکره بکنه و به اصطلاح مثل وضعیتی که الان آقای بایدن هست و به خیال خودش میخواد که یک معامله بزرگ با ایران بکنه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، که به آمریکایی‌ها بگه آقای ترامپ برجامو پاره کرد، باعث شد ایران هسته‌ای بشه، به آستانه برسه، من از آستانه برش گردوندم و ایران مجبور بشه اون چیزها رو به اصطلاح رقیق کنه، اورانیوم ها رو، و آمریکا هم بهش بگه که برخی از تحریم ها برداشته میشه. پس حرفی که اون سردار میزنه و حرفی که وزارت خارجه میزنه در همین آنالیز میگنجه هر دوش. نیاز هست بترسونه از ساختن بمب، ولی عملا فعلا این تصمیم رو نگرفته که به اون سمت و سو برای ساختن بمب بره. حالا فرض کنیم که ببخشید کلام شما رو قطع میکنم، باشه، یه همیشه یه سوال برای من تو ذهنم مطرحه و اون اینه که ما چیزی رو کاغذ می نویسیم و تو تئوری کاملا درسته، ولی در عمل امکانش نیست. یه ظرافی داره که باید اون ظرایف رعایت بشه و تو کاغذ و تئوری به اونا دقت نشده. من یادم میاد که وقتی مثلا 10 سالم 11 سالم بود، تازه با این داستان آلمیچر و اینا آشنا شده بودم که میچرخه و به باتری وصلش کنیم میچرخه، بعد یه آلمیچر هم رو دوچرخه داشتیم که میزدیم لامپ روشن میشه، لامپ دوچرخه روشن میشد. میگفتم خب اگه ما یه آلمیچری داشته باشیم که ببندیم به چرخ ماشین، و اگر یه آلمیچر هم این ور ببندیم، فقط کافیه که یه نیروی اولیه داشته باشیم، یه باتری داشته باشیم که اون آلمیچه رو بچرخونه، ماشینه به حرکت در بیاد. به محض اینکه به حرکت در بیاد، آلمیچه دوم برق تولید میکنه، ما میتونیم اون باتری رو از مدار خارج کنیم. ولی یه چیزی این وسط وجود داشت به نام اختلاف پتانسیل که من هیچ وقت عقلم به اون نمیرسید که آقا این وسط یه این چیز این این اینم وجود داره، و ذوق میکردم که من یه چیزی رو میتونم اختراع کنم، ولی در عمل واقعا چنین چیزی امکان نداشت که صورت بگیره. حالا البته امروز می‌بینیم که ماشین‌های برقی وجود دارن، اما نه با اون تئوری که من تو ذهنم داشتم. مقصودم اینه که تئوری که ما داریم و نوها رو بنویسیم تا اینکه این نوها به ترنان سویچ بچرخه خیلی فاصله داره، نیست اینطوری واقعا؟ چرا، دقیقا همین که شما میفرمایید، ولی واقعیت دیگه این هستش که آقای بهبهانی، ایران از نظر به اصطلاح اون علم و تکنولوژیش در این زمینه کمبود نداره. یعنی شما نگاه کنید کره شمالی این کارو کرده، ایران به اندازه کره شمالی توانایی علمی و تکنولوژی که برای که این کار رو بکنه داره. البته طول میکشه، بمب باید آزمایش بشه، اول آزمایش بشه، یعنی یه چیزی نیستش که مخفیانه بشه این کارها رو کرد، امکان عقلی نداره شما بتونید در ایران مخفیانه این کارها رو بکنید، خصوصا با توجه به کلیه دستگاه اطلاعاتی غرب و اسرائیل و جاسوسایی که وجود دارن، این امکان عقلی نداره و طول هم میکشه. به خاطر این هست آقای خامنه ای تصمیمش در زمان فعلی، تا زمان فعلی که داریم با هم صحبت میکنیم، این است که در همین حد آستانه نگه داره. و بعد توضیحی که میخوام بگم این که فرض کنیم اصلا ایران رفت بمب اتمی هم درست کرد، او چیکار میخواد بکنه باهش؟ بمب اتمی یک زمانی اثر بازدارندگی داشت، یک زمان. ببینید اسرائیل 200 تا کلاه هسته ای داره، آیا تونست جلوی حمله حماس رو بگیره؟ آیا ایران نگرانی داشت از حمله هسته ای اسرائیل و این 300 تا پهپاد و موشک رو فرستاد؟ نه. ولی اگر ایران بخواد استفاده بکنه قبل از اینکه به خاک اسرائیل برسه، اسرائیل چندین بمب اتمی به طرف ایران خواهد فرستاد. این هستش که اصولاً از دید من این فقط یک لفاظی سیاسی است
و گرد و خاک کردن برای اینکه ما واقعیت ها را نبینیم. مردم ایران بنشینند و تماشاگر موشک بازی اینها باشند که این درست زد، اون غلط زد، این زیاد زد، اون کم زد، این توانایی داره، اون توانایی نداره. مسئله ما این نیست در ایران. مسئله ما چیز دیگه است. شما دقت بکنید یک هموطنان عزیز، غرب میگه ایران رو تحریم کردم. تحریم برای چی کرده؟ میگه ما از فعالیت های هسته‌ای و فعالیت های موشکی ایران ناراضی هستیم. به خاطر این دو و البته در کنارش دخالت هایی در کشورهای دیگه و نمیدونم این حرف هم هست، ولی اصلش میگه سیاست هسته‌ای ایران و سیاست موشک ایران. خب حالا بشینیم حساب کتاب بکنیم. در عرض این 20 سال اخیر که این تحریم ها اومده و تشدید شده و زیاد شده و هی زیادتر هم شده، جمهوری اسلامی در چه زمینه های رشد کرده؟ در دو زمینه، یکی در ساختن موشک، یکی هم در سیاست هستش. در بقیه زمینه ها اون چی که مربوط به زندگی مردم میشه، اقتصاد مردم میشه، تکنولوژی که مربوط به رفاه مردم میشه، مربوط به آب ایران میشه، مربوط به نفت ایران میشه، مربوط به انرژی خورشیدی ایران میشه، مربوط به آب و هوای ایران میشه، هیچی. خب این چگونه تحریم هایی است که به اون اجازه داده در اون دو موضوعی که غرب عملا اعلام میکنه که ما نمیخوایم جمهوری اسلامی رشد بکنه و در موارد دیگه نه. بهای اینا رو کی میده؟ مردم ایران. هزینهاش و این زندگی وحشتناک و این گرونی و این فقر و این خوشسالی و این نبود آینده و این خروج نخبه های کشور و اینها رو کی بده بهاشو؟ ملت ایران. خب پس این تحریم ها عملا مردم رو فلج کرده، رژیم از همون پولی که در میاره از نفت بهش میرسه سرمایه گذاری ها کرده توی موشک و سیاست هسته‌ای و مردم رو به این روز بعد فلاکتوار، زندگی فلاکتوار رسونده. آقای خامنه‌ای چرا نیاز داره که ایران در آستانه هسته‌ای شدن باشه؟ برای اینکه در این صورت میتونه بحران رو حفظ کنه، حالت بحران رو حفظ کنه، حالت جنگی رو حفظ کنه، حالت اضطراری رو حفظ کنه. شما این سوال رو هموطنان در ایرانی که این همه آفتاب داره و امکان داره در زمینه خورشیدی، چرا جمهوری اسلامی در پی استفاده از انرژی خورشیدی نرفته؟ من الان مقاله همین دیروز خوندم در پرتغال که چقدر رفتن دنبال انرژی خورشیدی، در کشورهای دیگه، در کشورهایی که اصلا قابل مقایسه نیستن از نظر خورشید داشتن خورشید در سال و در روز با ایران. برای چی؟ برای اینکه با انرژی خورشیدی نمیشه بحران درست کرد. امکان نداره شما به بحران درست کنید. تو میرید یه پنلای میذارید برق تأمین میکنه. ولی با انرژی هسته‌ای میشه بحران درست کرد. برای اینکه به قول غربی ها دواله. یعنی هم استفاده نظامی داره، هم استفاده غیر نظامی داره. استفاده غیر نظامیش که ما چیزی نداریم الان استفاده کنیم. اون بوشهره که همینطور که بارها گفتم اون رو سوختش رو روزها در دست دارن و اجازه نمیدن ایران اصلا به سوخت اون دست بزنه. الان 10 سال اونجا داره کار میکنه و 1 گرم از سوخت غنی شده در داخل ایران در اونجا استفاده نشده. پس آقای خامنه ای تمام سیاستش این است که این حالت رو نگه داره. نیاز داره به این حالت، نیاز داره به نظامی کردن
وضعیت جامعه، اتمسفر جامعه. نیاز داره که اگر دشمن نباشه، که آقای خامنه‌ای وجود نداره دیگه، صبح تا شب میگه دشمن اسرائیل، دشمن آمریکا، و اینطوری به سیاست روزش میپردازه. پس اون چی که برای ما اهمیت داره، برای ملت ایران اهمیت داره، میگه اجازه ندیم این گرد و خاکی که میکنن با این مانورها، مانورهای موشکی، مانورهای نظامی، باعث بشه ما واقعیت اوریان رو نبین. واقعیت اوریان این است که ما رژیمی داریم که از کیسه ملت هزینه میکنه برای نگه داشتن خودش، و تمام این مانورها هم برای او، نه برای فلسطینی هاست. اینها کاری کردن که مسئله فلسطین اصلا رفت پرده دوم. آقای نتانیاهو همینو میخواست. همه کشورها، آقای بایدن هم ناراضی شده بود، آقای شولتز در آلمان هم ناراضی شده بود، اعتراض میکردن به رفتارهای آقای نتانیاهو در غزه، ولی همش رفت در پرده دوم. بهاش اونا میدن. با رفتارهایی مثل رفتارهای آقای خامنه‌ای، نه مردم فلسطین به جایی میرسن، نه ملت ایران. چنانچه اگر شما نگاه کنید ببینید از وقتی که جمهوری اسلامی اومده، فلسطین به چه وضعیتی رسیده و چه چیزی ازش باقی مونده. خب حالا ما باید چیکار بکنیم؟ این سوال اساسی است که به خود داریم. من دو واکنش دیدم در روزهای اخیر، در هفته های اخیر. خب یک عده که برای آقای نتانیاهو سوت و کف زدن که بسیار عالی و خیلی عالی، و بعضی البته شاکی بودن که چرا آقای نتانیاهو نصفه زدید، چرا فقط اصفهان رو زدید. باید هموطنان عزیز، ملت اسرائیل نمیتواند برای مردم ایران آلترناتیو درست کنه. کسانی که در این فکر هستند و گمان میکنند که آقای نتانیاهو میتونه برای ملت ایران بعد از این رژیم آلترناتیو درست کنه، کاملا در خطا هستند. ما یک ملت قدیمی هستیم، ما یک ملتی هستیم که چند هزار سال دولت داریم، ما یک ملتی هستیم که غرور داریم، ما ملتی هستیم که وظیفه‌مون این که خودمون به این مسئله بپردازیم. حالا در مقابل این عکس العمل، یه عکس العمل دیگه دیدم، حتی در بخشی از اپوزیسیون، که بالاخره آقای خامنه‌ای تونست شاخ اسرائیل رو بشکنه و نشون داد قدرت موشکی داره. ما نباید همه چیز رو زیر علامت سوال، چرا نباید زیر علامت سوال قرار بدیم؟ این سیاست موشکیش چه دستاوردی برای ملت ایران داشته به غیر از بدبختی؟ و همینطور برای ملت فلسطین چه کار مثبتی با این تونسته انجام بده به غیر از این که یک عده پاسدار رو، تمام سرمایه ها رو در اختیارشون بذاره؟ امروز برنامه تلویزیون فرانسه رو گوش میکردم، میگه محاسبه کردن 50% اقتصاد ایران دست سپاه پاسداره. یعنی چیز وحشتناکی. حتی در اتحاد جماهیر شوروی که دولتی بود به این میزان نبود. اون موقع هم میگفتن به اصطلاح نظامی صنعتی، ولی به این وسعت و به این میزان فساد و به این میزان دزدی همچی چیزی وجود نداشت. این است که این دو طرز فکر یک چیز اساسی رو فراموش میکنن، و اون این که هیچ بازدارندگی به وجود نمیاد در مقابل قدرت‌های خارجی تا زمانی که رژیم مردم رو نداشته باشه، تا زمانی که حاکمیت ملی
مستقر نشده باشه، حرف از بازدارندگی، حرف از قوی بودن، حرف از نیرو داشتن، همه اینها بیهوده است و دروغه. اگر یک نظامی بر مردمش استوار بود، حاکمیتش، خب بله، اون بخشی از بازدار، بخش بزرگی از بازدارندگی رو داره. البته بعدش هم باید فکر بکنه، باید از نخبه ها استفاده کنه، از عاقل ها استفاده بکنه، از علم استفاده بکنه، از تبادل اطلاعات استفاده کنه که اونچه که دفاع برای یک کشور لازم هست رو انجام بده. ولی شما اگر اون شرط اول و اساسی رو نداشته باشید، میتونید موشک بسازید. مگر اتحاد جماهیر شوروی کم موشک داشت؟ 10,000 تا بمب اتمی داشت. 10,000 تا بمب اتمی سقوط کرد، سقوط کرد. اینها هم سقوط خواهند کرد. برای من کاملا روشنه که امکان ندارن بتونن ادامه حیات بدن اگر ما وارد بازی اینها نشیم. یعنی یک دسته نرن از اسرائیل و از آمریکا و اینها کمک بگیرن که لطف کرده بیاد کمک کنید در ایران دموکراسی درست کنید. یک ادم اگر آقای خامنه ای نباشه، ممکنه که به وحدت کشور، به تمامیت ارضی کشور و از این حرفا صدمه وارد بشه. چه صدمه بیشتر از اینی که ما در 40 سال داریم هزینهش رو میپردازیم؟ این طرز فکر باید تغییر کنه. ایرانی باید مسئولیت بپذیره. ایرانی باید خودش از خودش اراده به خرج بده برای حیات، اگر میخواد در کشوری زندگی بکنه که وسایل رشد برای همه باشه، هر انسانی با هر دینی، با هر بیدینی، با هر طرز فکری آزاد باشه، فعالیت سیاسی داشته باشه، بتونه رأی بده، بتونه رأی بگیره. این ممکنه، یعنی فقط به دست خود ما امکان داره به وجود بیاد. نه اینکه دل رو خوش بکنیم که آقای خامنه‌ای استقلال کشور رو حفظ کرده. کدوم استقلال رو حفظ کرده؟ 100 بار از رژیم گذشته ما وابسته تر هستیم. وابستگی این نیستش که شما بتونید بگید مرگ بر آمریکا. این خودش وابستگی است. وابستگی اعتیاد سخت دشمن دوست داشتنه، با دشمن رابطه برقرار کردنه. به این میگن وابستگی. حالا اونورم که با چین و روسیه و اینها که هیچی، معاملات بسیار برای اونها دلپذیر انجام میده. از این ورم هر وقت هم البته لازم شد با اینها میتونه زد و بند بکنه. همین چند روز پیش بعضی از هموطنان ممکنه جوان باشن خاطرشون نباشه، در سال 1981 تمام اسلحه‌ای که می اومد به ایران از کجا می اومد؟ از اسرائیل می اومد. در جنگ با عراق چرا می اومد؟ برگه موقع اسرائیل میخواست عراق تضعیف بشه. بعدم تصمیم گرفتن با همون جنگ ادامه پیدا کنه. این دو تا کشور و هر دو اسلحه میدادن بزنن تو سر هم، تضعیف کنن همدیگر رو، همدیگر رو نابود کنن، چنان که کردن. به لطف آقای خمینی که گفت جنگ نعمته، 8 سال جنگ رو طول دادن و کشور رو به وضعیت فلاکتباری در سالهای دهه 60، آخر دهه 60 نشوندن. آخرش هم گفت من مجبور شدم جام زهر رو نوش. خب الان هم باز افتاده دست آقای خامنه ای. بعد از جنگ اینا شروع کردن همین بحران هسته‌ای رو. اولش به دنبال این بودن که بمب بسازن، حالا با این بازی از یک طرف در آستانه هسته‌ای بودن و از طرف دیگه سیاست موشکی رو گسترش دادن، هرچه در ایران میخوان دلشون انجام بدن، به زنها توهین بکنن، به جوانها توهین بکنن، به مردم توهین کنن، به کارمندا توهین بکنن، همه به هنرمندا، نویسندگان، اونا که جای خودشون دارن. درسته، ولی یه موضوعی که این وسط وجود داره ادامه دروغ ایناست. باز دوباره میبینید که مثلا یه نفر به نام کریمی قدوسی، آدم فاسده،
منحتیم از جنس خودشون، میگه ما یه هفته فاصله داریم با بمب اتم. شما به عنوان کارشناس واقعا یه هفته ای میشه به بمب اتمی دست پیدا کرد؟ همینطور که آقای احمدی نژاد گفت که یک دختر خانمی در زیر زمین با در قابلمه مشغول کار هسته‌ای هست، همینطور هم میشه یک هفته ای بمب اتم درست کرد. من این بچه بازیه که بمب اتم یک هفته ای درست کردم. همینطور که توضیح دادم، اگر غرب هیچ کاری نکنه، اگر اسرائیل هیچ کاری نکنه، 2 سال طول میکشه. اگر اینا که اگر به این نتیجه برسند که ایران واقعا رفته به خط ساختن بمب، فوری مطمئن باشید اون محل هایی که فوردو و نتنز رو خواهند زد، بلکه عقب بندازن. اونا هم انقدر زیر زمین ساختن درسته، ولی آمریکا حتی در این مورد اگر ایران بره به سمت بمب ساختن، اون بمب هایی رو که اسرائیل ازش میخواد که در عمق خیلی زیادی تا 60 متر فرو میره، اونا رو در اختیار خواهد گذاشت. من یادم میاد که 1990 شما موقع در فرانسه حضور داشتی، فرانسوی ها برای همین بمب اتمی چندین آزمایش توی اقیانوسای جنوبی انجام دادن و دنیا ابراز مخالفت میکرد، مردم سینه چاک میکردن، ولی فرانسه گفت ما آقا 3 تا آزمایش باید انجام بدم، تا این 3 تا آزمایش رو انجام ندم دست بر نمیدارم، شما هرچی میخواین شیون کنین شیون کنین. یعنی نشون میده که این پروسیجر ساختن به این آسونی نیست که به من یه هفته این میسازن. یعنی آزمایش ها باید صورت بگیره تا اینکه اون به مرحله تکاملیش برسه. اینا شما به عنوان متخصص در توضیح بدین که چی بله اینا در دهه 60 محلی که باید این آزمایش ها صورت بگیره رو هم به اصطلاح تعیین کرده بودن که در نزدیکی مرز افغانستان هستش، ولی خیلی کارها نیاز داره برای اینکه بشه به اون مرحله رسید که شما واقعا بمب داشته باشید و این بمب رو بذارید روی موشک و موشکش هم داشته باشید. اینکه من در یه هفته دیگه 2 هفته دیگه، اینها میخوان با این دروغ بازی کنن. بله ایران 3 هفته دیگه میتونه اورانیوم 90% غنی شده داشته باشه، ولی اورانیوم 90% شده غنی شده بمب نیست. اون اورانیوم رو باید دانسیفیکیشنش رو انجام داد، به فلز تبدیلش کرد، اون فلز رو باید مینیاتورش کرد، بعد باید تکنیک های الکترونیک خیلی سریع که 1 میلیاردیوم ثانیه عمل میکنن برای چاشنیش درست کرد، چاشنی مناسب رو انجام داد، و همه اینها باید آزمایش بشه در زیر زمین ها یا در اقیانوس که ایران اقیانوس نداره، در زیر زمین ها باید آزمایش بشه. اتفاقا اون دوره که شما میگید، ما یک همکاری داشتم از ژاپن اومده بود در فرانسه و خیلی هم اون موقع اون ژاپنیا خب مخالف بودن، همیشه مخالف اتم بودن به خاطر بمبای هیروشیما و ناگازاکی و اینها، و فرانسه که همون که شما گفتید در اقیانوس این آزمایش ها رو انجام میداد، خیلی اومده بود تقریبا منو میگرفت که این پرزیدان شما اون موقع آقای ژاک شیراک بود، چرا این کارا رو میکنه؟ گفتم این پرزیدان من نیست، برید یقه بقیه رو بگیرید که به اونا جواب بدید، که او از اونا جوابتون رو بگیرید. ولی اینا آزمایش ها یه بار دوبار هم نمیخواد، چندین بار اینها باید آزمایش بشه، و این کاری نیست که عملا از دید من امکان نداره ایران بتونه. خب ما مثلا تو همین بازی که انجام شد، نمیدونم اینا چند صد موشک و نمیدونم پهپاد و اینا فرستادن، بعد دیدم دیروزم بی بی سی یک برنامه مفصل تهیه کرده بودن، البته بخش انگلیسیش که البته بخش فارسی اونا رو برداشته بودن ترجمه کرده بودن اینها، و اونجوری که بی بی سی روایت میکرد خبرنگارا رو برده بودن به اون پایگاهی که
در حقیقت در مرز سوریه و کناره باختری اونجاست و نشون داده بودن به این خبرنگارا. میگو مثلا طولش 12 متره، خب خیلیه، 12 متر طول این موشک بوده و میگفت موشک سالم رو زمین بود. البته جای سوراخایی بود که در اثر پرتاب همینایی که بهش در حقیقت مدافعین بهش برخورد کرده بود، سوراخا مربوط به عمل مدافعین بود نه اینکه خودش سالم به زمین. نشون میده که اون مرکز سوخت یا اون ماده انفجاری عمل نکرده یا خالی بوده، اصلا میگن بعضا خالی بوده. خب این نشون میده که ضعف اینا تا به کجا، یا اینا وسط هوا و زمین سوراخ شدن، این مواد انفجاری ازش خارج شده، یا مثل بقیه تقلب ها تقلب کردن، به اینا تقلبی فروختن، قوطی خالی بهشون دادن. دو تا صورت که بیشتر نداره که. من اون برنامه رو بخشش رو دیدم، خبرنگار اشتباه میکنه، اونها خود موشک نیستن، اونها بوسترهای موشک هستن. وقتی که موشک فرستاده میشه طبقات مختلف داره که به ارتفاع بالا میره، اول بخشش جدا میشه، بعد یک بخش دیگرش که حدود 10 متر سوخت به اصطلاح جامد یا مایع درش هست، برای که اونو رانش کنه فقط، نه اینکه برای که تبدیل بشه به بمب. اون چیزی که در اونجا عکسشو من دیدم، اون مربوط به بوستر به اصطلاح کلاهک هستش، نه خود بمب، اون چیزی که باید منفجر بشه، و اون اشتباه رو انجام داده بود. برحال اون چیز که واقعیته این که یعنی اون منفجر میشه، اون کلاهکی که منفجر میشه به این بدنه ربطی نداره، صدمه نمیده. نه اصلا قبلا جدا شده، نه این بدنه قبلش جدا شده، قبل از اینکه اون بخواد بیاره، وقتی که به اندازه کافی میره بالا دیگه اون قسمتش جدا میشه، این قسمت 10 متریش جدا میشه و اون موشک وقتی که میخواد هدف رو بزنه دیگه خودش تنهاست، یعنی قسمت بوسترش همراهش نیست. به هر حال اون چیزی که ما شاهدش هستیم، اگر ما در این مسابقه تسلیحاتی بخوایم قرار بگیریم، یعنی بریم دنبال موشک سازی، آمریکا هم که از اسرائیل بدون چون و چرا دفاع خواهد کرد و بحثی در این نیست، خب میافتیم توی کاری که حالا مردم اسرائیل به جای خود، مردم ایران بازندن، یعنی چیزی به دست نمیاد از طریق این موشک ها. ایران فاصله خیلی زیادی داره بتونه اون دفاعی که اسرائیلی ها دارند رو داشته باشه، چنانکه ما دیدیم که در حمله‌ای که به پایگاه شکاری 8 اصفهان شد، اینها تونستن از هواپیما استفاده کنن، اولا اسرائیلی ها هواپیما وارد داخل به اصطلاح فضای ایران نشده و از اونجا موشکی رو فرستاده که اون موشک دفاع ایران نمیتونسته اون رو تعقیب کنه و بزنه و اون موشک به هدف خورده، به هدف به S-300 های روسی که ایران در اختیار داره خورده و اونا رو فقط برای اینکه نتانیاهو خواسته این پیامو بده، پیامی که خامنه‌ای به نتانیاهو داده اینه که ما موشک داریم و میتونیم اسرائیل رو بزن. بسیار آقای نتانیاهو میگه که ما هم موشک داریم، دقیق تر از شما میتونیم اونجایی رو که دقیقا میخواهیم بزنیم و این کار رو کرده و 300 تا موشک نفرستاده، چند تا موشک فقط فرستاده، اونم به خاطری که بایدن فشار آورده روش، برای که بایدن نمیخواد این جنگی در منطقه صورت بگیره، گفته ما همراهی نمی کنیم. به اسرائیل گفته آقا این موشک هایی که ایران فرستاده بیشترش رو ما و فرانسوی و انگلیس ها در اردن زدیم، شما چه نگرانی دارید؟ ما که حفاظت میکنیم از شما، شما برای چی میخواید به اصطلاح پاسخ موشکی بدید؟ اونم گفته من اصلا نمیتونم، حتما باید پاسخ بدم. هرچی آقای بایدن و وزیرش آقای بلینکن گفتن حالا
یک خبری اومد وحشتناک و اینکه آقای نتانیاهو گفته باشی من اونجا رو به خاطر اینکه شما فشار میارید فقط در حد بسیار محدود عمل میکنم به شرطی که شما در جلوی ما رو بر در زدن رفح نگیرید. یعنی یکی از شروطش بوده. خدمت هایی که آقای خامنه ای و آقای نتانیاهو کرده دست آقای نتانیاهو رو باز گذاشته، چنانکه که آقای بلینکن اومد در مصاحبه مطبوعاتیش گفت ما مخالف حمله شدید اسرائیل به رفح هستیم، ولی نگو مخالف حمله اسرائیل به رفح هستیم، و حمله شدید یعنی حمله ای که مثلا حالا اونا هم کی میگه شدیده کی میگه نمیگه شدیده، نیست. جو میتونن همه چیز از بین ببرن. این است که اون چیزی که واقعا نگران کننده است همین که تماشاگر کار اینها بودن. اون نتانیاهو جنایت جنگی از دید من، این خامنه ای جنایت ملی علیه ملت خودش، و ما اینکه ببینیم که اون چند تا میزنه این چند تا میزنه و وقتمون رو از دست بدیم، یعنی آیندهمون رو از دست بدیم در واقع، برای اینکه این گونه بحران ها ممکنه به جنگ هم برسه. یعنی خیلی از جنگ ها با به اصطلاح عملیات کوچک شروع شده، خیلی از جنگ ها طرف نمیخواست حتما جنگ بکنه ولی تبدیل به جنگ شده، و اون موقع دیگه نه از وطن ما چیز میمونه و باید سالها و سالها و سالها اگر وطنی باقی بمونه و یه گده نخوان تیکه تیکش بکنن باید دوباره بشین ما برای اون وطن تازه به عقب برگردیم، و این نگران کننده است. همینه، واقعا همین است که میفرمایید. یعنی داستان از اونجا تازه آغاز میشه. یعنی اگر این نظام به هر شیوهی کنار گذاشته بشه و یک نظام دیگهی بر سر کار بیاید، مکافات از اونجا شروع میشه. ما تا حالا مجازات داشتیم، حالا وارد دوران مکافاتش خواهیم شد و خیلی خیلی دوران سختی رو در پیش خواهیم داشت. اون وقت این نیاز داره که یه آدم وطن دوست، یه آدم وطنخواه، یه آدم هایی که ما تو تاریخمون داشتیم دیدیم دوره مثلا رضا شاه، خب یه سری آدم اینجوری اومدن و ساختن، مثلا دانشگاه رو چجوری ساختن، آموزش پرورش چجوری در حقیقت بازسازی کردن، از نو ساختن و چقدر زحمت کشیدن، چقدر مکافات کشیدن تا اینا یکی یکی ساخته شد، ولی دیدیم که چقدر راحت همه چیز فرو ریخت و چیزی که اصلا تصورش رو نمی کردیم امروز شاهدشیم. یعنی من فکر نمی کنم سال 57 هیچ کسی تصور چنین صحنه هایی رو تو ذهنش میتونست داشته باشه. من چند روز پیش داشتم صحبت میکردم با یه عزیزی، میگفت اون موقع بهشت بود که شما ایران رو ترک کردین و روی این کلمه بهشت تکیه میکرد، چند بار گفت بهشت بهشت بود. نمیتونی تصور کنی امروز رو، اصلا نمیشه، هیچ جوری نمیشه نگاه کرد به این مردم و وضعیتی که خامنه ای براش به وجود اومده. ببخشید کلامو تو قطع کردم. بله نخی، من همین نظر رو دارم. یعنی مردم میخواستن یک زندگی شرافتمندانه داشته باشن، میخواستن در آزادی زندگی بکنن، به هیچ وجه حاکمیت روحانیت رو نمیخواستن، به هیچ وجه حاکمیت شریعت و دینی رو نمیخواستن و میخواستن که رشدی داشته باشن، ملتی باشن در دنیا آزاد و دموکراسی داشته باشن. و واقعا این صحنه هایی که این روزها ما در ایران میبینیم حتی قابل تصور نبودن در اون زمان، که افرادی مثل این پاسدارها و میدونید خباست اینها خیلی ناراحت کننده است، ولی حماقتشون بیشتر از منو ناراحت میکنه.
یعنی آره، این حالتی تیکه که خیلی مهمه، این برای منم همینطوری فکر میکنم. اینا دیوونن، بله دیوونن، بله نادانن. بی نادان، بی علم، جاهل متاسفانه عمل میکنند. صحبت هایی که میکنند بسیار سخیفه، هیچ پایه عقلانی علمی دانشگاهی نداره. ایناش واقعا گفت خباست و ضد انسانی بودنش، خب مسلما انسان ناراحت میشه، ولی این خیلی دیکتاتورها داشتیم، استالین هم داشتیم که آدم میکشت، نمیدونم چین ماو خیلی ها رو کشت، ولی اونها این بخشش رو نداشتن که به اصطلاح اونها ایدولوژیشون علمی بود، میگفتن ایدولوژی علمی هست و نمیدونم شوروی رو میکنیم به قدرت بزرگ، و کردن هم قدرت، نه اینکه نکردن، یا چین رو از اون وضعیت کردنش فعلا یک کشور بزرگی شده، ولی ما متاسفانه از هر دو طرف داریم کنیم، یعنی یک دیکتاتور نادان بی نادان. کفایت ضد انسان، ضد تمام ارزش های انسانی حاکم شده، و یک مشت آدم ابله هم دور خودش جمع کرده و هر روز به نمایش میذارن حرفایی که این روحانیت حاکم میزنن، انقدر دیگه آشور شده که الان روز به روز میبینیم بخش های مختلف روحانیت از این رژیم میبرن، میکشن کنار و حتی جرأت میکنن خامنه ای رو محکوم بکنن. این رژیم هیچ گونه پایگاه عقلی نداره برای نه نداره که بمونه، این ما هستیم که کارمون رو درست انجام ندادیم، باید به این بپردازیم. خب مردم درون ایران هم یواش یواش گفتم شکلشون عوض شده، یعنی این مردم ها اون مردمانی نیستن که من و شما میشناختیم، اینا هم طبیعتا همینجوری مستهلک شدن، مزمحل شدن، نمیدونم چه بلایی به سرشون اومده. ولی از یه طرف میبینیم که علم، تکنولوژی مجبور کرده که این نسل جوان، نسل نو در تقابل با این نظام کهنه و پوسیده قرار بگیره. دیگه این اجتناب ناپذیره، این دیگه دست هیچ کس نیست، هیچ کس هیچ کاری در این مقابل نمیتونه بکنه. امروز جوان ما تو تیک تاک داره زندگی میکنه، ما نگاه میکنیم اینیم که اینا توی فضای دیگری دارن رشد میکنن، این نمیتونه حرفای یارو بالای منبر رو بشنوه و هیچی بهش نگه. ما تو دوره خودمون، من یادمه که بالاخره منبر یه وضعیت دیگه ای داشت، مثلا اگه آخونده تو خیابون، ما داشتیم فوتبال تو خیابون بازی میکردیم، آخونده رد میشد میکشیدیم عقب، راه میدادیم بره. امروز هم چیزی رو شما نمیبینی، فضا تغییر کرده. من یه پرسشی از شما خواهم داشت و اون اینه که بالاخره بر اساس این اتفاقاتی که افتاد، تحلیل فرانسه از این ماجرا چیست؟ یعنی این موشکایی که اینا زدن، 300 تا موشک زدن، چه تحلیلی کردن فرانسوی ها؟ فرانسوی ها تحلیلشون این هستش که یک پارادیگمی وجود داشت، و اون اینکه اسرائیل کشورهای دیگه حدود 50 سال اخیر نتونستن بهش حمله بکنن و این شکسته، این چیزی بود که در فرانسه گفته میشه، یعنی جمهوری اسلامی با فرستادن این 300 پهباد و موشک این رو نشون داده که اسرائیل آسیب پذیره. اینطور هم نیستش که اون گنبد آهنیشون بتونه جلوی هر چیزی رو بگیره، و به خاطر این بود که فرانسه، دولت فرانسه، ارتش فرانسه یکی از به اصطلاح همکاری هایی که با اسرائیل انجام دادن در خاک اردن، در هوای اردن، بخشی حدود میگن 20% موشک ها رو فرانسوی ها زدن، یعنی پایین آوردن. خب این یک حالته که اینها میگن اگر ما نباشیم، یعنی فشاری که آقای بایدن تونسته بیاره به آقای نتانیاهو یکیش همینه که اگر ما نباشیم شما آسیب پذیرید، این نیستش که اسرائیل بتونه براحتی از خودش دفاع بکنه، ما که حضور داشتیم نتونستن. البته خب ایران میگه به آمریکا خبر داده و
از 2 روز قبلش و حالا البته ممکنه نوع حمله شو نگفته باشه ولی اینکه حمله میکنه خبر داده. دیدیم که آقای بایدن رفت همون روز جلسه قبل از اینکه حمله بشه جلسه تشکیل داد. همه اینها هست ولی مسلما اون چیزی که تغییری که حاصل شده اینکه اسرائیل دیگه کارهایی که آقای نتانیاهو انجام میده چه در غزه و چه در برابر کشورهای دیگه حیات اسرائیل رو به خطر انداخته. این دائم در مطبوعات فلسطین در مطبوعات فرانسوی گفته میشه و اینها دارن فشارهایی میارن با آمریکایی ها همکاری میکنن که آقای نتانیاهو رو از قدرت بکشن کنار. ولی خب فرانسوی ها که همه چیز در دستشون نیست و در این زمینه بیشتر پشت آمریکایی ها هستن که به خاطر امکانات مالی که در اختیار اسرائیل میذارن همین الان 13 میلیارد دلار باز به اسرائیل کمک نظامی کردن. ما متاسفانه در منطقه بسیار بدی قرار گرفتیم. یک حکومت دینی احمقانه در اسرائیل هست، حکومت دینی واقعا، این رو هموطنان بدونن. یک حکومت دموکراتیک، یک حکومت لاییک، یک حکومتی که به همه آزادی بده به هیچ وجه همچین چیزی نیست. یک حکومت دینی است. اونا هم روحانیتشون رو میفرستن توی ارتش بهشون دستور بدن چیکار بکنن چیکار نکنن طبق قرائت هایی که از دین خودشون دارن. از اون طرف آقای خامنه ای رو داریم و دستگاه روحانیت عقب ماندش که حکومت میکنه در ایران. واقعا چرا ما ملت ایران باید بین این دو سنگ آسیاب خورد بشیم؟ اجازه بدیم خودمون حرکت بکنیم، بتونیم خودمون رو رها بکنیم از دست این رژیم، بتونیم یک فضای دیگه رو باز کنیم. 45 سال واقعا فرصت از دست رفته، فرصت های دموکراتیک به وجود داشت خیلی سریع از دست رفت و اکنون ما با یک آخوندی طرفیم که میخواد پسرش رو جانشین خودش کنه یا در یک شورای رهبری قرار بده و هست و نیست ایران رو حاضر به باد بده برای که بتونه این کار رو انجام بده. فقط مقاومت ماست که میتونه وضع رو تغییر بده. ناامید نشید، هر حرکتی حتی کوچک برای احقاق حقوق ارزش داره. این کاریست که ما باید انجام بدیم. به این رژیم به هیچ وجه باز ندیم. این رژیم رژیم ملت ایران نیست، رژیمی است که فقط از خودش و برای خودش و برای قدرت خودش عمل میکنه. امیدوارم که این روزهای بد سپری بشه و مردم بتونن در صحنه سیاسی عمل بکنن و این رژیم رو هرچه زودتر به زیر بکشیم که اگر نه واقعا حیات ایران در خطر. بسیار آقا ممنون، متشکر، سپاس از همه مهر و حضور در برنامه و روشنگری های شما و کوشش هایی که در این زمینه انجام میدی. نهایت سپاس دارم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمندت، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفته بودم. ممنون از شما دکتر. سپاس خیلی ممنون از شما از اینکه این وقت رو در اختیار من دادید. تشکر از حضور شما. هر جا هستید خوش باشید. قربان شما. ممنون. مرسی. واقعیت همین. بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای در فرانسه، و دروغ‌هایی که این نظام شبانه روز حقنه میکنه به مردم. عجیب است، واقعا عجیب، حیرت انگیز حضور چنین نظامی در این دوره تاریخی از عجایب روزگار است. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین نیست سپاس گذارم. برای شما خوبان نازنینان در هر کجا که هستید مثل همیشه آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از شما.